بدین انداخته بدی کی را پیدا میکنه. آدم خوب حتی بدی دیگر را که دید تیر خود میاره. ای به اهل هنر نگه دارید، پیش طاووس نام پا مبرید. توی قبل بزرگ باش که میفهمی طاووس از پای خود رنج میبره، تو که طاووس را دیدی نگه پای چرا سیاست توی کارا نکو. چیزی را که میفهمی یک آدم رنج میبره تا یادش نکو. توی عظمت و بزرگی را داشته باش. اما متاسفانه آدم های افسرده که در وطن ما زیاد است، این زربی دار انداختی تو زربی نبندازی، همین روی مقبول هم میبینی که خالی 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 خراب است. باز تا جایی که رسیدی گفته میری که نرسی یلا مسیج واتساپ فیسبوک نشته که فلانی تو عیبه داره. نکو، تا چه وقت یک پشت عیبی دیگه خود باشیم؟ صد تا خوبی یک آدم میکنه او رو یاد نمیکنیم. امکیت تا بدی کرد، این دیدی چاپلوس است، این به نفع فلانی گفت زد، تا دیروز که هیت نگفت، تا دیروز که حق گفت، تو که یاد کردی که تشویق شوه. خب بعضی هم یک قدمه داره میبینه چه خوبی میکنه، کسی یاد نمیکنه، میگه بیا که دیگه مانده. اما ما فقط بدی تا بال دیدیم کسی از هموطن ما خوبیش یاد کنه، ما به خدا نشنیدیم که ما بگیم اینی فلانه آدم ما خوب است. هیچ، ما فقط لست بدی ها داریم و این سبب میشه هم خود ما افسرده، هم کسی که هم کار کرده و نتیجه نگرفته افسرده و پشیمان باشه. بنان ذهنیت منفی نداشته باشین، بدبین نباشین. مولانای بزرگ چی میگه؟ عشق را بی معرفت بنا مکن، زر نداری مشت خود را وا مکن. تو یعنی وقتی یاد نداری سر یک موضوع ابراز نظر نکو، بد نگو یک قضیه را. گر نداری دانش ترکیب رنگ، بین گلها زشت یا زیبا مکن. تو که نمیفهمی نگو این گل خراب است، کل گلها خوبی داره، تو دانش ترکیب رنگ نمیفهمی، تو زیبایی شناسی نداری. خوب دیدن شرط انسان بودن است. این اگه ادعای انسانیت داری، شرط انسانیت چی میگه؟ خوب دیدن، که هر چیز خوبیش ببینی. خوب دیدن شرط انسان بودن است. عیب را در این و آن پیدا مکن، دنبال عیب نباش. کسی را بی عیب داریم؟ هیچ کس بی عیب نیست. اگر بخوایم دنبال بدیای مردم باشیم، هر کسی رو تو انتخاب میکنی بگو بدیش پیدا میتونیم، ولی تو دنبال خوبی باش، انسان بودن تا ثابت کن. دل شود روشن ز شمع اعتراف، با کسر بد کرده ای آشاب. اینه بنا من درس مولانا میگه، هر بیتش یک درس است. اگر کسی را آزرده ساختی، امروز برو مزرعت بخوای، دلت سبک میشه. ای که از لرزیدن دل آگهی، هیچ کس را هیچ جا رسوا مکن. دیدی خودت یک بعد تا بگن چقدر دلت میلرزم؟ اونمو تا هر کس وقتی رسوا بسازی خفه میشه. نکو، رسوایی کسی را نخوای. روایت دینی داره میگه شو یک کسی را به یک گناه دیدی صبح با او چشم نبین، شاید شو توبه کرده خدا بخشیده شه. دوران عیسی علیه السلام کسی را سنگسار میکردن، کل گهنه سنگار آورده بود. عیسی علیه السلام گفت سنگ اولا کسی بزنه که گناه نکده باشه، هیچ کس پیدا نشد. ناکرده در این جهان گناه کیست؟ بگو بی گناه بی عیب هیچ کدام ما نیستیم. نباشید دنبال رسوایی هم دیگه، یک عیب بپوشانید. یک کسی حیات رفت به مدرسه، حیات ها رفتن چهار پنج نفر که امین کسایی که در مدرسه درس میخونه بینه، یکی از این شاگردهای مدرسه نشهی بود، تصادفاً خبر شد که حیات ها مده آجلن بوتل خود در پشت، یا بوتی فقیر خود در پشت کتاب بود کرد، ولی حیات کامت یکیش چشم شفتید دهی از این مدرسه ای پرسان کرد گفتی چیست؟ از دور و برازو تناو میفهمید. گفت چیست اینجا؟ گفت صاحب کتاب ستار الویوب است. و شاگرد برش گفت ستار الویوب است، یعنی عیب میپوشنه این کتاب. ای آدم که گپش نید تیر خدا رو به کسی نگفت. چند وقت بعد ای استاد فوت کرد، شاگرداش خواب دیدن که در بهشت است و چی نورانی. استاد ایر به خاطر پاداش خوبی هایت، نماز هایت، ذکر و روزه و زکات اینایت دادن. گفت نه، ای بهشت به خاطر او چیزایی ندادن. به خاطر چی دادن؟ گفت به خاطر روزی که من عیب از او شاگرد پنهان کردم، مرا گفتن چون یک عیب پنهان کردی برو بهشت. عیب پنهان کنی یه قدر مهم است، اما تو یک کسی هیچ عیب نداره پشت شروع میکنی. تو رو نمیگم، یعنی شما رو نمی، شما خوب بزرگوار هستین، یعنی واقعیت وطن ما رو میگم که تا وقتی در یک مجلس میشینیم غیبت های کسی میشنیم، میبینیم اما آدم هم تو نیست، اما پشتش غیبت میکنن. ما به خاطر که از قافله پس نمانیم، ما هم چرا میکنیم؟ آه والا قواری زیبا آدم نمیمانه، این قواره شناس. زر به دست طفل دادن ابلهی است، اشک را نظر غم دنیا مکن. طلا را که به دست طفل بدی بیعقلی، تو از خود کوچه رفتی میگیره دیگه، دو زاد یاد حتی گوشواری طلا نتیجه می از گوش میکشه چی شد گوشواره که طلاش بردش صاحبش برده. نکو، میگونم تو کی کار بیعقلی است؟
عشق به خاطر غم دنیا ریختاندن هم بیقلیست. هی والا این چیزه که در خانه ندارم، والا خارج رفتن من نشد، والا دمری امتیانم کم شد، فنگ 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 ای فشکت نکرده. اگر کدام روز عشق میریزانی به خاطر از این که سر خود کار نکردم، انسان خوب نشدم، دل را آزردم، خدا را ناراضی ساختم، به وطن خدمت نرسول سعیز، ولی که والا یک لقمه نان کم شد، آشک نداشتیم، قابلی کم شده، به این گریه کنی بسیار ضعیف هستی، ابلهی. پیرو خورشید یا آینه باش، آنچی اوریان دیده ای رسوا مکن. آفتاب چی چیزایی نیدمت نگفته برای کل گیلان نکده، کلت نکری دیگرام خبر کنه، خبر دارین فلانی رو دیدم تو بود، آینه رو دیدی یا قواری صبح ناشتیت هم دیده، هم بعد از تو که نفر دوم آمده نگفته شک قواری ازی چی رخم بود، تیر خودم میاره. اونو تو باشی، آینه باشی. آینه یک خوبی دیگه هم داره، چی واقعیت نشان میده، دروغ نمیگم، چیزی که هستی برات نشان میده. میبینی صاحب بزرگوارم یک شعر داره، خدا کنه یادم بیاد، میگه نقش نباش در سینه ما کینه است کسی، آینه هر چی دید فراموش میکند. میگه ما کینه کسی در دل ما نقش بسته نمیکنه، هر کس کینه و بدی کده ما فراموش میکنیم، میبخشی میشه. استرس و فشارهای روانی روزمره میتونه ما را افسرده بسازد، تغییرات فیزیولوژیک مثلا در مغز ما سیروتونین کم شو افسرده میشیم، موسیقی و فیلمای جگرخونی نشنویم، بعضی ما انقدر موسیقی غمگین میشنیم که هیچ به درد نمیخوره، کم بشنویم درس بخونیم که باز شنید یکم تا شانه فرانه کردی کده که غمگین جگرخون که قلبم پاره پاره، مصرف مواد مخدر و گفتگوی درونی چی مانا؟ که خود درگیر نباشین، در دنیای ذهنی خود مصروف نکنین، در فعالیت‌های فیزیکی خود مصروف کنین. وقتی تناشیش دیگه چی فکرای بدی نیست که در کلید نمیگرده، کل انرژیت مصرف و در نهایت هم تو افسرده میشی. اما بیایم سر رای حل افسردگی. خام دوست از نازنین، اولین شرطی است که آدم افسرده قبول کنه خودشام که من میخوایم جور شوم. در ماینه خانه که یک کسی را پیش شما میارن پدر مادرش، میگی ممی خودش خواسته یا شما مجبورش ساختین؟ اگه بگه خودش خواسته کار ما آسان است، چون خودش قبول کرده مثلا مواد مخدر خود اعلام میته یا مجلسی خود جور کنه، ولی اگه دیگه فشار آورده خوب نتیجه نمیگیره. یعنی بسیار مهم است که خود شخص افسردام مسئولیت بگیره، بگه ما میخوایم خوب شوم. بنان اگر احساس افسردگی میکنی، از امروز خودت تصمیم بگیر خوب شوی. خوبترین کمک کننده ما خود ماست، هیچ کس به اندازه خود ما به درد ما نمیخوره. بنان خودش تصمیم بگیره بگه میخوایم خوب شوم. دیگرها چی کنن؟ دکتر و دوست و رفیق و فامیل کمکش کنه، تشویقش کنه و برش بفهمانه که ما با افسردگی مبارزه میکنیم، نه با شخص افسرده. مثل که در خانه یک کسی مریضی ویروسی دارم، شخص خود نمیکشیم، ویروس هم میخوایم از بین بریم، باکتریا را میکروب هم. در افسردگی هم ما شخص افسرده را نمیخوایم چیزی برسیم، افسردگیش هم میخواییم از بین ببریم. هرچند قبول است که آدم افسرده دل دیگرها را ناراحت میسازد، چون زیاد گلهی است، زود عصبانی میشه، اما ما منعیس انسان سالم بپذیریم خیره. مثل که یک مریض ما دل بد میشه، ما پاک میکنیم دل بدیشه، اونما تو یک افسرده هم عصبانیت کرده، بد گفته، غال مغال کرده، ما را متهم کرده که دقصی به نیستین، ولی سر از اینا ما بزرگی نشان بتیم، کمکش کنیم، بگویم ما کتت هستیم، تو خودت هم قربانی یک حالتی هستی، ما هر چیز از دست ما بیا بر بهبود دریغ نمی کنیم. این بسیار مهم است. و چیزی که بسیار مهم است، هرچند به صورت گرچه روش های دیگه ایجاد شده، در وطن ما فعلا سه روش بر افسردگی بر از بین بردنش است. زیاد اول دارو درمانی از دوام میتیم بر افسردگی، روان درمانی و بعضی افسردگی های مقاوم شاب درمانی برق برش داده میشه به صورت کل سیدا، ولی زیاد ترکیب دو تا خوب نتیجه میده، یعنی افسردگی را از بین بره. دوا جمع روان درمانی اگه شروع شود، دوا جمع روان درمانی. ولی اگر روان درمانی امکانات ندونی، نی گپایش هم میگم، باقیش اگر مثلا فکر میکردی افسرده است میتونی دوا برات بگیری، ولی گپ مهمی است که وقتی تداویر شروع کردیم تا آخر پیش ببریم. چی گپ میشه؟ دو ماه که دوا خوردیم ما احساس خوبی میکنیم دیگه نمیریم، در حالی کتاب نشته میکنه 6 ماه باید تداوی کنیم که دوباره برگشت نکنه، ولی ما 2 ماه خوب شدیم نمیریم، 3 ماه بعد پس افسرده هستیم. بنان تداویر که شروع کردیم تا آخر باید پیش ببریم. و در تداویشم یک گپک مهمی است
که متاسفانه دوای ضد افسردگی مثل دوای ضد میکروب نیست. با گلوله دوا بگیری 3 روز گلوله دردی را خوب میکنه، اما دوای افسردگی 4 تا 6 هفته وقت کار داره که به اوج خود برسه. کسایی که جه دکتر سایباس میفهمه در بین 3 تا پوش هسته، 3 غشا داره و این غشایش هم با دیگه غشای بدن فرق داره، نفوذ پذیری کم از دهش. بنان تا دوا اونجا میرسه تاثیرات میکنه، یک ذره باید حوصله داشته باشیم، وارخطا نشیم، تداوی خود ادامه بدیم. برای روان درمانی ها روش های مختلف است. یکیش روانکاویست، ما فعلا وقت کم داریم میگذاریم، ابنوتیزم سرش گپ نمیزنیم، سر ال مسائل بین الفردی گپ میزنیم. ها گوش کنید شما، در این روش باور روانشناسا به ایست که مشکلات رابطه سبب افسردگی ما شده. ما کت بیادر، کت پدر، کت اعضای خانواده، کت شوهر، کت خانم، کت رئیس، کت کارمند، کت معلم، کت اداره مشکل داریم، افسرده شدیم. خیر بنان تا کو مشکل حل نتانیم ما از افسردگی نمی براییم. بنان ما ببینیم امون مشکلاتی که در رابطه سبب افسردگی ما میشه یادآوری میکنم که اگر سبب شده از بین ببر، اگر نشده دوچار اینه تو رابطه نشی. اولین گپیست که متاسفانه بعضی ها شکاک و مزنون هستن. آدم شکاک نباشین، سعی کنین. در دین وقتی یقین میگه، یقین زد شک است، یعنی در ایمان ما از هر چیز که یقین کردن بسیار مهم است. شک آدم از بین میبره، سر کسی شک نکنین، شکاک نباشین، این خودش یک مریضی است. و اگه آدم شکاک و بدگمان هستی تو افسرده میشی، نکنین، خود به یقین برسانین در رابطه. دوم، نظر و قضاوت دیگرا. بعضی ها متاسفانه آنقدر در رابطه دنبال نظر و قضاوت دیگر است که خود زندانی ساخته. یکی او زندانی است که در پشت میله ها می باشه، یکی زندانی نظر دیگر است. ولی دیگر در موردم چی میگه؟ دیگر چی کار داری؟ تو در زندگی کار خوب، درست، انسانی، اسلامی، اخلاقی تا انجام بده. دیگر خوب میگه، دلش بد میگه، دلش مک نامدیم به میل دیگر کار کنیم. ما نامدیم دیگر را خوش کنیم. ما آمدیم کار خوب انجام بدیم. اگر در کار خوب دیگه خوش میشه چی خوب؟ نمیشه، متاسف هستیم. کسی که دنبال خوش ساختن دیگر است، دنبال نظر دیگر است، بدبخت میشه. مثلا مثال بر تو بتم، تو وقتی یکم صنفی مکتب گریزت است، تو خوش میشه که بگه بیا بگریزیم، تو هم بگه یا بریم بگریزیم. نه تو بگه من نمیگریزم، درس خواندن آمدیم، تو میگریزی بسم الله. در اینجا با خفه شوه. منفی بین و بدبین بودن که پیشتر سرش گفتیم، اساس شکنن بودن. گوش کردین دوستای نازنینم، بعضی ها افتخارشان ایست ولی من بسیار آدم اساس هستم. موضوع دیگه که سبب افسردگی میشه اساس بودن است. آدمی که زیاد باریکوی است افسرده میشه. باریکوی نباشین. متاسفانه بعضی ها افتخار ما دهیست که ولی بگوید بالای چشم تبروس دیگه من افسرده هستم. نیست، تو هیچ ابرو نداری، ابرو از کجا شد؟ مرا ولی پدرم نگفته بود از اینجا بخی اونجا بیشی. پدرت نگفته بود، وقت نکده بود، حالی شواری فرمایش هم میتونه از اینجا به خیجه بشه. نکن بنان دگه پای خورد خود افسرده نسازین. آدم اساس مثل برگ گل میمانه که خنک شد برگ گل خراب میشه. ما قرار نیست مثل برگ گل زندگی کنیم در دنیایی که جاله بارار است، سختی است. در اینجا هر چقدر میتونین محکم باشین، هر چقدر میتونین قوی باشین، برای خود هر روز بگوین که ما آدم اساس نیستم، بگو هیچ گپ سرم بد نمیخوره. این افتخارتان داشته باشین، بگو گپ سرم هیچ بد نمیخوره. گپ چی است؟ گپ باد هواست. وقتی گپ سرت بد میخوره تو بدبخت میشی. بنان حساس نباشین در رابطه. انتظار و توقع زیاد، از کسی توقع نداشته باشین. انشتین پرسان کرد، گفت صاحب دمی هر چیز تو فرمول داری، به خوشبختی فرمول داری؟ گفت بله. خوشبختی کسری است که صورتش تلاش کردن است، مخرجش توقع. هر چی زیاد تلاش کنی خوشبختر هستی، هر چی زیاد توقع کنی بدبختر هستی. توقع را کم کن خوشبخت میشی، توقع را صفر کن لایتناهی خوشبخت هستی. وقتی از کس توقع نداری خوش میباشی. بنان توقع نداشته باشین از کسی. طلبکار یا بدهکار نباشین. یا خود قرضدار دیگه فکر میکنیم یا دیگر قرضدار خود. چی مانو؟ یک میمونی در قوم یک کسی را داده مالی پس ششتیم دیگه میمونی ما را چه وقت میده؟ نکوی تو زورت رسید یک کسی را میمونی بته، پس منتظر از اینش تو را میمونی بته. ما در محفل یک کسی مثلا یک قاب و چیزی بردیم در تقجمیش، پس ششتیم کال تقجمی ماز بیار و قابا را بیار چی کدی؟ اینی چیزا ما را افسرده میسازن. نه، قایده اصلی است. اگر یک کسی عروسی کده و میبینی مثلا کالا کم داره، تو یک قابی چیزی میبری اما تو ببر،
یک هزار روپیه کمک میتونی همون تو کمک کن، ولی به خاطر از این کمک نکو. پس متاسفانه گله و قصه و دشمنی خانواده ما و شما که زن ایور با زن ایور مشکل داره، بیادر با بیادر مشکل داره، خاله با عمه مشکل داره، کلش سری نمیست. من میمونی کردم این نکرد، من در میمونی مفتا غذا پخته کردم، چهار تا غذا پخته کردم، من داشت تقجمی شیره بردم این را آورد. گله و قصه داره. اینطور نکنین، کسی را قرضدار خودم فکر نکنین، خودم قرضدار. تا جایی که از دستتان کار خوب میاد به خاطر رضای خدا، جانم معاملتان که خدا باشه دیگه راحت هستین، زندگی به خاطر خدا، کسی را کمک میکنی به خاطر خدا، دستی را گرفته میتونی به خاطر خدا، و در اون صورت تو گلمند کسی نمیباشی، پیش خدا یک مثقال کارتان گم نمیشه. موضوع دیگه شناخت درمانی است. در شناخت درمانی و رفتار درمانی دو مکتب یک جای کردن دانشمندا. دو تا روش امروزه زیاد استفاده میشه، یکی کگنیتیو تراپی، یکی بیهیویر تراپی، و هر دویش یک جای کردن. کگنیتیو بیهیویر تراپی سی بی تی نامش ماندن. سی بی تی بر افسردگی بهترین نتیجه را میده. در سی بی تی در تغییر انسان میگه دو تا روش وجود داره. انسان به دو روش تغییر میکنه، یا تغییر از درون شروع میشه، در ذهنت به یک نتیجه خوب میرسی، سر افکارت کسی کار میکنه، تغییر میکنی، یا تغییر از رفتار، تو عادتهای خوب انجام میدی، یک آدمای مهربان خوب میکنی، یا استاد خوب و مهربان میشی. بنان اینا از دو روش کار میکنن. رفتار درمان ها سر رفتار ما کار میکنن، شناخت درمان ها سر ذهنیت ما کار میکنن. بنان ما مختصرا به بعضی قسمت های ازی برتان اشارات میداشته باشم. اول رفتار درمانی را، بیهیویر تراپی، از دومش پیداست، یعنی در رفتار تغییر بیار. رفتار درمانا میگم ما کتزی که آیا آدم چرا افسرده شده هیچ کار نداریم، علتش بر ما مهم نیست. ما با یک آدم افسرده رو بروستیم چطور حل میکنیم. مثلا شما وزیر اکبر خان یک کسی را که بیاریم پای شکسته باشه، او دیگه میگه بر ما مهم نیست، را موتر زده، بایسکل زده، از زینه افتیده. نه، ما پای شکسته اینم استخوان‌ها رو نوک به نوک میکنیم، جور میکنیم. رفتار درمانا میگه کی آدم چرا افسرده شده ما کار نداریم، ما با افسردگیش چی برخورد کرده میتونیم. در رفتار درمانی بر شخص افسرده میگم میفهم تو افسرده هستی، حوصله کار نداری، ولی بر یک ما مثل آدم جور برخورد کن، مثل آدم جور. آدم افسرده تو بیال بیال را بیره، میگه قوی تر را برو، شانایی تو پشت سر بداز، محکم قلبتی بلندتر را بزن، یک ذره خندک و با وقت نان بخو، نماز تا با وقت بخوان، خواب تا با وقت کو، تفریح برو، سرگرمی خنده، اینی چیزا را برای بود تمرین میته. میگه دلم نمیشه دکتر سم، میفهم دلت نمیشه، ولی یک ما جبری فکر کو زندانیستی همین کارا را سر تو انجام میته، سر تو سنگ میده نمیکنه، این کارا میکنه. بنان ببینید، خواب بیداری باید منظم شود، تغذیه و بهداشت ما منظم شود، ورزش بکنیم. ورزش خوبترین کار از دوستای نازنین، یکی از دکترای رایگان است. ما چند تا دکتر رایگان داریم، تو خود اون رایگان ها استفاده نمیکنی، با سیمینار که میمونیم او صد اف غانی، بله صد اف غانی، ات نمیگه همی صد اف غانی سویسی نمیگه صد. تو همین دکترای رایگان را برات معرفی میکنم، بیچاره پیسه نمیره، تو استفاده شان کن، نور آفتاب، دکتر رایگان است. چی وقت دست پایت بر بزنی که از ذره ویتامین دی بگیری؟ استفاده اش نمیکنی. هوای گب نزن، تو گب نزن بچه. ای قناره هم هستی، کل اعضای خانواده از دست تو افسرده است. خب گب زد به خدا. گب دو گوش کنی. هوای تازه. صبح بعد از نماز چند دفعه هزم اکسیژن هوا نمیگیری، استفاده نمیکنی. ورزش دکتر رایگان است. روز 15 دقیقه 20 دقیقه ورزش میکنی؟ نه، الا که دکتر بگه که مرض شکر گرفتی، تبازو وقت ورزش کنی. بنان ورزش کردن بسیار کمک کننده است. آلی ورزش، ما این خانه میگم میگم ورزش کو، یک ماه بعد بیام میگم ورزش کردی؟ میگه دکتر صاحب چه رقم ورزش کنم؟ میگم بدو. یک ماه بعد میام میگم دویدیم؟ میگه اولی نداریم. او خدا چقدر با نمیکنی؟ میگم جای دو تا کف پای داریم. میگه میگم تو استاده شو، پای راست با نکو، باز چپ تا باز راست باز چپ تا باز اینم صورت از یاد کو. میگه دکتر سو پیش میشه. میگم نه تو کی یاد میگی؟ ماده فکری چی هستم؟ ما از اونو فرصتک میخوایم خودم ورزش کنم. اون میگه چی دکتر دلسوزی هست؟ میخوای از دستم این دکتر سو میشه؟ میگم نه یاد میگیری. بنان بهانه نکو، در بلاگ زندگی میکنی، برو تازینا بده پس بالا بیا، ورزش هست. ضرور نیست بر توال یک میدان فوتبال هم جور کنی که باز تو ورزش شروع کنی. یک نیم ساعت دویدن ضرور نیست، حتما کلاب بگیری. بنان ورزش کنی،
تفریح و سرگرمی داشته باشه. اینا تفریح باز مانا نمیته که حتما تو رو تا کجا و کجا چکر ببریم. همین که چهار تا دوست بشینین یک گلاس چای بخورین، یک قصه کنین، سر یک موضوعی صحبت کنین، همین تفریح. همین که یک برنامه خنده‌دار ببینین، یعنی خودش تفریح. و خنده از یادتان نره. خب خنده دوستای نازنینم خوبترین انتقامی است که از زندگی گرفته بیت. هر وقت که زندگی جنگ داشتی خنده کن، دل زندگی میکفه. هیچ رقم آدم است که هرچی سر جنجال میاره خنده میگنی دیوانه است، یه بشار است، چی شده. خنده بهترین ورزش است. حتی یک روش است به نام خنده درمانی. وقتی خنده میکنین افرازات در مغز، افرازات شاد کننده انسان زیاد میشه. خنده خوشبختانه ساری است. یک نفر که خنده نه دگرها را خنده میگیره، متوجه شده؟ به نام خنده کنی. حالا هیچ کس نبود، هیچ کس نبود که هیچ مضمون خنده نداشتی. خودت تو کی بود؟ هیچ کس نیست. خودت خود بخنده. خب دیگه استراحت با وقت باید باشه، خوابت با وقت باشد. تا یک شب بیدار میشینی درست نیست. همین 10 بجه شد تلویزیون گل خوابت. صحنای بد و منفی و موسیقی بد نشنه و یکم کتاب مطالعه کن، این سمینار بیا، اگه چیزی یاد نگرفتی خنده خود. با زندگی یکم برنامه‌ریزی اهداف جور کنین خوب میشه. یاد خداوند بسیار کمکت میکنه. نماز بخون، نمازایت با وقتش بخون. یک صفحه قرآن کریم که ترجمهش بخون، که ترجمهش. ما متاسفانه در این قسمت هم یک بدبختی عمده داریم. خب ما که در مکتبم بودم از سنفیم پرسان کردم، در فاکولتام، در محیط کارم، که چند نفر قرآن کریم با ترجمه خوندن؟ یک نفر یا دو نفر. و این بدترین بدبختی مسلمان است. ادعا داریم بگیم هر چی که از در کتاب آسمانی ماست خواندی نه، هر چی که کفار میگیره از کتاب ما میگیره. با تو شرم نیست؟ کفار میگیره، تو نمیگیری. خوی شرم است، افتخار نداره که کفار از کتاب تو استخراج میکنه، استفاده میکنه، تو خواستی. کتاب قرآن کریم کتاب زنده هاست. ما از اون نیست کتاب مرده استفاده میکنه. کسی که مرد باز بالای سرش تلاوت میکنه چی کنه در وقت توره؟ قرآن کریم نامده که در دنیا چی کنین، آمده که در این دنیا چی کنی. در این دنیا تا میتونیم فاصلهش از خود دور میکنیم. خدا اگه در امتحان کامیاب شدیم خدا قرآن کریم یک پوش میکنم، یک پوش دگام فاصله از خود. این کارم شد یک پوش دگام از خود دورترش میکنیم. بالا این در جایی میمونیم که دست دو نمیرسه، که کدام روز هم شوق خواندنش بیا او نشت والا برا حوصله نیست بیا بریم. قرآن کریم کتابی است که هر روز باید بخونی. یک آیت بخون به مو عمل کن. وقتی توکلت به خدا باشه سختری روزا رو میتونی سپری کنی. ما تو یک دفعه ببین با صدر اسلام مقایسه کن، هزارم سی از مشکلات نامده فقان ما برآمده. هزارم سی از مشکلات نامده. فقر تیر کردن، قصد جانشان شد، از شهر خود کشیدنشان، دیوانه خطاب، هر چی کردن، ولی چون توکل به خدا بود استقامت. ما تو این یک سختی در زندگی ما آمده قرار دیگر کل چیز ترک کرده. این چی است؟ از خدا دور است. شناخت درمانی چی میکنه؟ خود در رفتار درمانی فهمیدیم. از امروز در رفتارتان تغییر بیارید. مثل آدمای جور، خب یک کمک منظم شانکای تا پیش سر بنداز. اینو تو رانه رو ای را رفتن آدمای افسرده از خود در چرت هستی. نه ای تو شاد را برو، عادتت شده شانه خیر یک مکمش بگیره پیش سر. حتی این براستی گپ برن برتان بگیم، یک کسی تمرین کنین. خب یک کسی هم تو گریه داره، این گریه داره، کمی گریه داشت تو برو سرش پیش سر بیاره تو گریش چک میشه. چرا؟ این وضعیت گریه نیست، وضعیت وضعیت خنده است. به نان یک کمک راست خوبیش منظم را برین. خب شناخت درمانی از نامش پیدا، سر شناخت ما کار میکنه. تفکر ما غلط است، تفکر ما غلط است. باش که باز این تفکر غلط مثال بتم. خب یک بود که مود باشه 500 رو قیمت تر میخریم. کرتی ما با مود باشه قیمت تر میخریم. سر کارت تلفون هر روز 100 رو پر مصرف میکنیم، کل دقصای مفت مصرف میکنیم. همین که بگه بیا یک سیمینار علمی است مفت است یا پیسه است؟ پیسه میگره. نه پیسه میتا بچیم، شما را غلط فهمانده. در وقت آخر اونجا استاد میشم، هر کس که آمده برش پول میتم. چای نه نه متوجه. شناخت درمانی چی میکنم؟ سر شناخت انسان کار میکنه. فکر انسان اسلامی است، فکر که اصلاح شد زندگی جور میشه.
امی احساسات ما، رفتار ما از فکر ما منشأ میگیره. وقتی فکر خوب کنین احساستان خوب میشه، وقتی فکر بد کنین احساستان بد میشه. بنان تفکر از میفهمین فرق انسان با حیوان چی است؟ تفکر. فرق عمدی انسان با حیوان در فکر است. حیوانات فکر نمیتونن. بنان از نیروی فکر درست استفاده که حالت خوب میباشه، فکرت اصلاح بساز. یعنی باورها و اعتقادات تجور که از منطق استفاده که اساس شناخت درمانی استفاده از منطق است. منطق چی است؟ منطق روشی است که فکر را از لغزش باز می دارد. کی با وجود آورد؟ اولین دفعه ارسطو. در زمان ارسطو یک گروه پیدا شده بود، سفسطه می کردن، سوفیستایا برشان می گفت، یعنی گپای تربیر مردم فریب می دادن. باز ارسطو آمد روش منطق جور کرد که مردم فریب کاری را بفهمه. بنان اگر از منطق استفاده بتونیم زندگی ما خوب میشه. متاسفانه ما منطق در وطن ما کم است. سابق شاگردا صنف 12 بودن، یک کتابک خورترک منطق بود، حالی او را پس کرده به جایش آورده که بچم سمنک چطو پخته میشه، شاکوجان چی رقم میخوانن، اینی چیزا را آورده. دالی که امو کتابک منطق اگر پس جاگزین شد بسیار خوب است، که متاسفانه ما دور از منطق هستیم. و شما میفهمین، میگن بزرگترین دشمن انسان خودش است. بزرگترین دشمن انسان خودش است. با فکرهای بد و منفی که میکنیم ما خود رنج میتیم. و بفهمین بیشترین اعتیاد بشر چی است؟ مواد مخدر نیست. یعنی در سطح جهان مواد مخدر انسان زیاد آسیب نزده. اول خیالات است. بدترین اعتیاد که در سطح جهان آسیب زده خیالات، دوم غذا، سوم مواد مخدر. اگه که پرخوری ها خراب بکده، مواد مخدر که مردم نکشته، که پرخوری روزانه میکشه مردم. ولی ما که از اونایش فعلا بگذاریم خیالات بد. لطفا خیالاتی نباشین. انسان سه تا کشش داره. یکی کشش بر اشتغال است. انسان موجودی است که هیچ بیکار بوده نمیتونه. یا فیزیکال مصروف است، یا اگر فیزیکی مصروف نبود در دنیای ذهنی خود مصروف است. غیر از هیچ آدمی را پیدا نمی. اینالی هر قدر در کارهای بیرون مصروف شین، در درون کمتر هستین. هر قدر که شما کار نداشتین، در دنیای درونتان پناه میبرین. و در اینجا معمولا ما فکرای بد میکنیم. با فکرای بد خود آسیب میزنیم. بنان فکر میگه باید ما و شما اصلاح بسازیم. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج میبره اندیشه‌های منفی خود است. اندیشه منفی خرابت میکنه. میگن وقت که رد پای دزد آرامش خود گرفتم، به خودم رسیدم. چاپ پای بود که آرامش مرا دزدی کرده بودم. دزد کی است؟ کی است؟ کی است؟ میرفتم که خودم بودم. خودم آرامش خود دزدی میکنم. بنان اگر فکر خود اصلاح کنیم موضوع حل میشه. دوستای نازنین، من به صورت چند تا افکار اینی اصلاح باورهاست. اینی باورها را اگر دارین افسرده میشین، امینا را اصلاح کنین. من به صورت کوتاه اشاره میکنم، اینا را اصلاح کنین. من باید دیگران را خوشحال کنم. اگه به این فکر استی افسرده میشیم، ما قرار نیست دیگران را خوشحال کنیم. ما قرار است خدا را خوشحال کنیم. خوشی هر کس در مسیر خوش شدن خداست. بسم الله که ریزبان خفه باشن. بنان ما قرار است دیگران را خوش نکنیم، ما خدا را خوش کنیم. اگر موردش که محبت دیگران نباشم من بدبخت میشم، نه خیر، ما هیچ وقت بدبخت نمیشیم، به شرطی که مطمئن باشیم کار خوب انجام میدیم. خدا کنه 7 میلیارد دنیا مخالف ما باشه، این جمله بدترین جمله است کسی جور کرده، کدام آدم افسرده جور کرده. اگر خواهی نشوی رسو هم رنگ جماعت چونی بدترین است. جماعتی که دروغ بگه، جماعتی که فریب کنه، جماعتی که ظلم کنه، جماعتی که تقلب کنه، جماعتی که رشوت خور باشه، ما هم رنگ ازش هم قطعا نمیشم، میمرم خودتو نمیشم. خدا او رقم هیچ مرا نگاه نکنه. من دنبال خوبی میباشم، خدا کنه کل جماعت هرچی کنه، ولی اتون نیست کل جماعت هم بد باشه. بنان دنبال خوشحالی دیگران نباشین، دنبال از اینکه دیگه شما رو تشویق کنه واوا بگه نباشین، دنبال خوبی باشین. هر کس هرچی که توش مهم نیست. اگر مورد تصویب دیگران نباشم بدبخت هستم. متاسفانه بعضی هسته که دیگه تشویقش کنه، وقتی میفهمی کار خوب است حتی دیگه مخالف تا سجامش بده. منتظر تو طفل نیستی که بر تو ستارگک بتن این شیر چوشکاب درا بخو برو. تو نباش. بعضی ها میگه والله مرد در خانه هیچ کس تشویق نمیکنه. خب نمیکنه. پانتون مونده تا برو درس تا بخون. چی تشویق کار داری؟ بیا که تو آمدی گل پاشان در دست مادر کامت فلانی جان. حالا گل پاشان بر تو. نان بر تیار میکنه، فیس پانتون تا داده بس از دیگه. چی تشویقت کنه؟ خودت تشویق کن. بگو آفرین درس خوندی. منتظر تشویق دیگران نشی. اگر از دیگران جدا شوم بدبخت میشم؟ نه، جدا شدن از دیگران بدبختی نیست، حتی در بعضی وقت سبب خوشبختی ها میشه. با آدم بد شله نباشین که باشین. از آدم بد دور باشی خوب است. ز جاهل گریزنده چون تیر باش، نه یامیخته چون شکر و شیر باش. نباشی.
یا هم قصه پری را برتان ببینیم. یک کسی میگه وزیر ساعت ما رفت دیوانه خانه که دیوانا را ببینه. ما در شبخانه ساعت روانی هستیم، دیوانا را کتشان کار میکنیم. دیوانا خود ما میبینی خلق خوی دیوانا را پیدا کرده ببینیم. ما را یک دیوانا دوست دارن. این جمع سلفی های مثلا همی که بیرم دیوانا کلی که بغل کشی بکنه. باز میگه چی؟ میگم دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش شاید. اینا مرا هم رنگ خود میبینن، مرا دوست دارن، ولی به خدا مرا دیوانه خوش با میگه دقیقا این چیز نیستن. دلار پایین شد بالا شد ایده این چیز نیستن. میگه عاقل ما باش که غم دیوانگان خوری، دیوانه باش تا غم تو عاقلان خورد. خب دیوانگی بزنی خوب زندگی همو هسته. اشقری بزرگوارم میگه این مردم دنیا را بنگر همه مجذوبن، خندیده به هم میگفت دیوانه به دیوانه. دو تا دیوانه میگفت که حال مردم چقدر خراب است. در روز بنام دیوانه خانه را اولگری آمده بود. دیوانه دو رقم است، یکی دیوانه خطرناک نیستن، بیچاره دیوانه از خودمون زندگی خود است. یک رقم دیوانه بسیار خطرناک است، او که تو را میبینه خیال گرگ میکنه، سر تبله میکنه، او آلوسینیشن داره، چیز طبیعی نمیبینه، تو را دشمن فکر میکنه، حمله ور میشه. اونو تو دیوانه را با زنجیر بسته میکنن. ای که رفت در یک اتاق دیوانه یادی بود، وزیر که رفت در او دیوانه یادی یک نفر مثلا رئیس جمهور است میگه، یکی موتورسیکل داره و دیوانه موتورسیکل نداره، خواهد موتورسیکل هم میکنه کل نگین دو اتاق موتورسیکل است، یکی موتور دوانی داره، یکی هرچی. یک دیوانه در میکن شیشته بود پری. وزیر پرسان که تیکل گیر تو مصروف هستی بیچاره چرا پری پری؟ میگه گفتی عاشق پری بود، هرچی خواستگاه رفت پدر پری را برش ندادی، بیچاره از غم پری اینی وضعیت گرفت. خدا بزنیش تو آدرس پدر از این را پیدا که مکتش کار دارم یک جوان به این وضعیت رسانده. رفت بالا که زنجیری ها بود دیگه در اونجا هم یکی در زنجیری ها پری زنجیری ها. گفتی دیگه چرا پری میکنه؟ گفتی کسی است که پری را برش دادن. او خود که نرسیده تشده که رسیده این تو بدبختی داره. بنان بعضی ها آدم اونو تو زنجیری میساده، خوب است که نباشه، نکنی زیاد چلیش نشه. موضوع دیگه باور غلط. مشکلات من هیچ وقت حل شدنی نیست. این بسیار باور غلط است. کل مشکلات رای حل داره. اگه زور خودت نرسید از دیگه کمک بگی برات حل میکنه. ای تو فکر نکن. من هیچ وقت خوشحال و خوشبخت نمیشم. این باور غلط است. کل ما خوشحال میشیم، خوشبخت هم میشیم. به شرطی که ذهن خودت تغییر بدیم. این سخن حضرت علی کرواله حجه را میشه تیر شوابی را گوش کنید. میگم مراقب افکارت باش که به گفتار تبدیل می شود. یعنی لطفا در ذهنت گپ منفی را نبیار که به گفتار تبدیل می شود. وقتی منفی فکر کردم این کلامتان منفی می شود. از کوزه همان برون تراوت که در روست. وقتی اینجا منفی از زبانتان منفی می شود. لطفا فکرت هم میگم متوجه باش که گفتارت می شود. خیر فکر مثبت کو گفتارت مثبت. اگر فکر منفی باش مراقب گفتارت باش که به رفتار تبدیل بشه. سر هر چی زیاد گپ بزنی مو عادتت میشه، مو کارم میکنی بالاخره. بنان لطفا گپای بد نگو، زبانت کنترل کو. حیف است از دان مبارک تو گپ بد برایت. از امروز تلاش کو گپ خوب بگوی، گپ مهربانی، گپ صمیمیت، گپ صداقت، گپ صفا، گپ راهنمایی. چرا زشت بگوی؟ رفتارت بد میشه. مراقب رفتارت باش که به با عادت تبدیل بشه. هر کاری را که بار بکنین عادتت میشه. خیلی کارهای خوب کو، عادت خوب جور کو، نکو کارهای منفی. مراقب عادتت باش که به با شخصیتت تبدیل میشه. چیزایی که عادتت میشه استاسا کرکتر و شخصیتت میشه. و مراقب شخصیتت باش که سرنوشتت هم میسازه. سایکو سرنوشت ما از کجا شروع شد؟ از فکر با فکر خراب، سرنوشت خراب. فکر خوب، سرنوشت خوب. از امروز رفتی لطفا این ذهن مبارک تا کنترل کو. ما در سیمینار قبلی هم گفتم بعضی ما اینم صافی در دست ماست، الله میز صافی کو، الله خانه را پاک کو، الله ایره جارو کو. اما ذهن ما گند است، بدترین بوی میته. لطفا خانه را کم صافی بزن، ذهن مبارک تا صافی بزن، ذهن تا پاک کو. اینجا خراب بود کل چیز تفون داره. اینجا خراب بود که کل شهر بلند منزل هم گرفته باشه خرابش میکنی. اینجا باید ساخته شود. سرک بلند منزل اینا رای حل نیست. اگر میخواین افغانستان یا هر وطنی ساخته شود اندیشه باید ساخته شود. اگر خودت به دست خود پس بلند منزل و سرک تا خراب میکنی، چون اینجا تفاوت داره. در فرانسه تابلو نصب کرده بودن که اگر از آخرین برس کردن دندان و آخرین مطالعه کتابت 24 ساعت میگذره لطفا دهنت آواز نکو بوی میده. تو که 24 ساعت میشه کتاب نخوندی لطفا گپ نزن. چی میدی تو وقت اجازه گپ زدن داری که کتاب خوانده باشی؟ خیر دیگه چی دمان نخوندی داری؟ بنان لطفا زبانت و ذهنت کنترل کو، کل چیز جور است. اینو میخوای هیچ خرچ و مصرف کار نداره، مربوط هیچ شرایطم نیست. از امروز متوجه فکرت با فکر منفی میامد نمون، با
بگو فکر منفی نمیخوایم بکنیم، بخی خجل ورزش کو، بخی بروی تپشو، بخی وضو کو، بخی نماز بخواد، ولی فکر منفی نمون که باشه در ذهن. باور بعد دیگه من بی ارزش بی فایده است، تو عقیر و پر از عیب و نقص هستم. نه گل وارسی نازنین هستی، چهره مهم نیست به خدا. آدمی پوست و گوشت استخوان نیست، خو گوام داره خوب خوب. گاون برخ و گوشت بسیار خوبم داره. ولی این نیست اساس انسانیت. اندیشه موی مسای برادر تو امان اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه استخوان و ریشه کل ما داریم. من موجود بدبخت و بیچاره هستم نیستی. تو خودت خود بدبخت میگی. بسیار خوب هستی. تو خود جمله این شما یکی اینجا هستین خوش خوشبخترین هستین. درس میکنین، پنتون میکنین، ده تالار چیزین، گپ میزنین، این چرا بدبختی باشه؟ حیف است تو خود بدبخت بگی، به خدا ناشکری است. تو که که بدبخت بگی خدا میگه دیگه خودش بدبختی را خوش داره، برو بدبخت سیس از طرف ما بدبخت است. نبود صبح صبح بخی پیش ریایی نبگو من خوشبختری را آدم دنیا استم. نماز تخاندی خودت خودت شکر بکش، خود نوازش کردی نی ششتی و علم هرک چور فلانی دوست نداری. تو خودت خودت دوست داری؟ نداری. تو خود دوستی را از خود شروع کن، ورزش تکو، درس تبخان، خود خوب نگاه کن، یکم خندگک کن، شاد باش، جور میشه. من در صحنه کائنات ایچ و پوچ هستم. بسیار باور غلط است. سعی کنین حضرت علی کرملا وجهو چی میگه؟ میگه ای دنیا عالم اصغر است، اینمی کره زمین، کت نظام شمسی، کت کهکشان صحابی، کت هزارها کهکشان دیگه، کلش میگه عالم اصغر است. انسان میگه عالم اکبر است. تو عالم اکبر هستی، تو خود ایچ پیش بگویی. ناشناخته ترین پدیده قرن 21 اتم نیست. اتم این تو دلش پاره کردن، اینجا الکترون هست، اینجا پروتون هست، اینجا کوارک هست، اینجا بیزون هست. قاری و قیانوسا رفته فیلم گرفته، اینجا صدف هست، اینجا ایوان بحری هست، اینجا ده قله ها رفته، ده آسمان، ده کهکشان ها، هر چیزه. ولی چیزی که هنوز خوب شناخته نشده مغز انسان است. ناشناخته ترین موجود هنوز هم کتاب نشته کرده بوده. نه انسان موجود ناشناخته، واقعا تو هنوز موجود ناشناخته است. تو یه قزمت داری خود میواله ما هیچ هستیم، ما آدم شدنی نیستیم. تو خودت تو اختر خودت بد میکنی، خب معلوم داره آدم شدنی نیستی. من باید دیگران رو راضی و خوشحال کنم. غلط. ما قرار نیست دیگران رو راضی خوشحال کنیم، ما قرار است خدا رو خوشحال کنیم، کار خوب انجام بدیم. معنی این نیست که دیگر خوش خیر دیگر جگر خود کنیم. نه، تو کار خوب انجام بده. در خوبی که از خوب شد چی نشد، یک چیز یادتان باشه، همین گپ که گوش کنین، از او روز بشرمین که آدم بد از شما خوش باشه. اما شعرش به یادم نیست، ولی وقتش هم نیست. میگه کسی پیش افلاطون آمد که فلانی هم میگفتد بسه، افلاطون میگه گریه کرد. یا کسی آمد که افلاطون فلانی تو را قصه میکرد، این آدم تعریفت هم میکرد، افلاطون گریه کرد، گفت گریه چرا میکنی، تعریفت هم میکرد. گفت تو آدم بد از ما چی بدی سر زده که خوش از او آمده؟ آدم بد خب بدی را خوش میکنه. از او روز بترسید بدا شما را خوب بگویه، بان بد تو را بد بگویه. تو رضایت خدا آدم خوب جستجو کن، دنبال از این گپ نباش. باور غلط دیگه ایست که اگه من کسی را دوست دارم نباید با او اختلاف نظر داشته باشم. اختلاف نظر عادی و طبیعی است. اختلاف نظر دشمنی نیست. ما شما تفاوت فکر داریم. ما یک چیز فکر میکنیم، تو یک چیز دیگه. تفاوت فکر سبب رشد میشه. قرار نیست کلی یک فکر داشته باشه. مشکلاتی که در زندگی ما اومده کلش تقصیر ما یا تقصیر دیگر است، یا غلط است که به گردن خود کل چیز پرت یا به دیگر. دیگران باید با من خوب رفتار کنه. این بدترین باور است. اگه ای باور داری بدبخت هستی، والا دیگه باید نزاکت ها بفامه، جیگر خود هست، افسرده هست. چرا گپ زدن خود نمیفامه؟ خود نمیفامه، تربیه نشده. مردم که پدر خود خوب برخورد نمیکنه، که موتو خوب برخورد کنه؟ نه، قرار زندگیش ما خود ما با دیگه خوب برخورد کنیم. منتظر از این که دیگه خوب برخورد کنه نباشیم و نمیکنن هم. والا چرا دکتر صاحب دروغ میگن؟ میگم تو از مریخ آمدی؟ میگه نه دمی زمین بودم. تو خبر نداری که اینجا مردم تا دروغ داشته باشه راست نمیگه. خوب که دروغاش خلاص، باز یک کلمه راست میگه. هی عادت مردم شده. تو خودت اگر دروغ بدت میای خودت راستگوی باش، اگر ظلم بدت میای خودت آدم خوب باش، اگر رفتار بدت میای تو خودت آدم خوب باش. رفتار خوب کن، از خود شروع کن خوبی را. تغییر هم مثبت شدن از خود شروع کن، منتظر دیگران نباش بر کار انجام بده. دیگران باید انتظارات ما را پوره کنند، نه خیر. دیگر هیچ کس نوکر ما نیست. ما خود ما مسئول برآورده شدن نیازهای خود هستیم. من درست راست میگم، دیگر ها دروغ میگه، این غلط است که ما خود برحق بدانیم دیگر ها را
حق با من است بدترین جمله است. حق میگه روز اول حقیقت این تو از آسمان در زمین انداختن، شیشه ای بود توته توتشت، هر کدام ما یک توتیشه داریم، مطلقش پیش هیچ کدام ما نیست. این مثل داستانی است که مولانا در کتاب خود آورده، میگه در تاریکی روان که چند نفر که فیل ببینین چی رقم است. یک نفر آمد که سای فیل ستون وارس پای فیل دزده بود. این دیگه گفت چه دروغ گوی لوده؟ مثل مار از خرطوب شد دزده بود. چه دروغ گویت نبود مثل شاق درخت است. هر کس سعی میگفت ولی سر دیگه خود عمله میکرد. چرا؟ او امو زاویه را تنها دیده بود. اگر کلش جگ نمیکرد پلو در پلو امو را میمون تصویر درست میشد. به نان تو نیست که حق با ما باشه دیگه ملامت باشه. نه، این را اصلاح بسازه. گپ دیگه، من نباید در زندگی اشتباه کنم. نه، اشتباه از دست ما سر میزنه. ما انسان هستیم. تنها پیامبرا از گناه کبیره و صغیره پاک است. اشتباه و گناه از ما سر میزنه. ولی مهم است تکرارش نکنیم، پشیمانش باشیم، اصلاح بسازیم. ولی خود جگرخون نکنیم دیگه. باور غلط دیگه، زندگی باید راحت و آسوده باشه. زندگی هیچ وقت آسوده نبوده، هیچ وقت راحت نبوده، آلیام نیست، دایندام راحت نمیشه. تنها راهی که داریم ما باید قوی شویم. تا رپود زندگی با سختی، با رنج، با مشکلات، با کمبود، با محرومیت است. فقط راه حل قوی ساختن خود ماست. اگر منتظر ازی بشینی زندگی راحت شوه، قطعا نمیشه و تو پریشان میشی. متاسفانه باور غلط دیگر براتون بگم. ارزش و اهمیت من مربوط کارها و پیروزی ها و ظاهر و پول و ثروت و خانواده و شهرت است. اگر ارزش از این چیزا میبینی بدبخت هستی. نه، ارزش من انسان بودن است. کل چیزایی را که نام گرفتم 1% 2% نقش داره، ولی 90% 95% انسانیت من مهم است. چیره مقبولم خوب است باشه، ولی اگر نباشه جگرخونی نداره. مهم اخلاق خوب است. نلسون ماندلا میگه زیبایی اخلاق زشتی چیره را پنهان میکنه. اگر اخلاقت خوب باشی که چیره زشت تو رو نمیبینه، غرق اخلاقت است. ولی میگه زیبایی چهره زشتی اخلاق پنهان کردن نمیتونه. اگر تو مقبول باشی بد اخلاق زود معلوم میشه. هیچ کس نمیخواد که خوش باشه. آدمای مقبول بد اخلاق مثل مار خوش خط خال است. بعضی بارا میگه مقبول است که سرش سعی کنی یک نقشی جور شده، اما کلیش میزنی تا حالت خراب میکنه. تشکر بسیار زیاد. بنان مقبولی خوب است باشه، ولی اگر نبود اهمیت نداره. پول، ثروت، کل زیدا شهرت. ولی متاسفانه وقتی که ظاهر پرست شدیم حال ما خراب میشه. وقتی چیزا رو نداریم جگرخون میشیم، حتی مجبور میشیم دروغ بگوییم، تمثیل کنیم، نان خوردن نداریم، لباسای قیمتی میپوشیم. دمی وطن ما مردم گدایگر بود، جناب صاحب لباسش از کدام مارک دنیا بود؟ این بدبختی، بیچارگی است، خودنمایی است. لباس اهمیت نداره. ای مجبور میشیم باز تمثیل کنیم، دروغ بگیم. مثل همون که میگه بچه زنگ زد به نامزاد خود، سلام خوب است جان، جور است، چی کردی، کجاستی؟ والا از خانه برآمدیم که پدرم در BMW استیم، پیسه از بانک میکشیم میریم گلبار سنتر خرید. گفت خودت کجاستی؟ گفت دستیت پسر میدی بس استم کرای تدادم. گفتم دو دفعه کرای نتی. به خاطر که دروغ تمثیل. چرا؟ موضوع دیگه یک باور غلط دیگه است که اگه چیزی را میخوای مورد من به دست بیارم. نه، ما 100 تا چیز که خواستیم اگه 25 تاشون به دست ما آمد باید شکر بکشیم. اتو نیست که ما هر چی بخوایم به دست ما برسه. بعضی وقت خواست ما بی جای است. بنان اگه به یک هدف خواستی تا نرسیدین خود جگرخون نسازین. من باید بهترین باشم بدبختی است، افسرده میشیم. ما قرار نیست بهترین باشیم، ما قرار است هر روز خوب شویم. ای که بهترین صرف شدیم یا نشدیم، یا بهترین منطقه شدیم نشدیم، مهم نیست. اما متاسفانه ما علت بدبختی بایست که میخوایم بهترین قوم باشیم. محفلی که من میگیرم در کل قوم نگرفته باشد. تا چیزی که تا پیش از آروسی به در قوم شده باید آروسی ما ایتو باشه که هیچ کس دیگه او ریکارد کلی گیره بشکنانم. خب بدبخت میکنی خدا. مهمانی که من میگیرم باید دیگه کلی گیره انگشت خودم گیره. چی مهمانی است؟ ده رقم غذا. چی ضرور؟ یک تا اگر خوب غذا پخته که به دل جمع پیشانی واز بخورین. در مهمانی های ما غمگینترین حالت رو تجربه میکنیم. یک هفته در خانه جنگ است که علایی چیز مانده، علایی چیز مانده، علایی بیار، علایی بیار، علایی بیار. یک ماه مصرف خود خرچ خانه خود در اون مصرف میکنیم. خود ما مزله و مانده استیم که یک دو نفر بیا او هم ایران میمونه که از کدام ازی زودتر بخوره. چرا؟ ما اینمی جمعه قبلی بازار سیمینار داشتیم، شام بغلان خانه متخصص به همسنفی ما بودیم. یک شروعگک پخته کرد، گفت من همه قصد دست میکنم، من نمیتونم که امروز تمثیل کنم که با صوب و میمانی را برتان باز دیگه داده نتانم.
اینمی نان مست، اینمی خانه مست، امیره میخوریم. گفتیم صحیح است، امی به ازغام میده. همه ما متاسفانه اولاد ما تخ تخ سلفه داره، پیش دکتر برده نمیتونیم. اما میمونی ما را میبینی که په په این میمونی. چی ضرور؟ به نان وقتی میخواییم بهترین باشیم خود جگرخون میسازیم. موضوع دیگه، من فرد ناموفق هستم. بعضی ها دیدید فاکولتام میخونم، ما این خانه آمده ولی دکتر صاحب از من این چیز جور نشد. بچیم چی جور شد؟ پانتون میخونی دیگه، چی باید از تو جور شد؟ رئیس جمهور باید شوی؟ خود در غیر از او خواهی نه فاکولتا میخونی، اگر نمره بتیم در 90 تا 100 نمره میگیری، چرا باید خود جگر خون کنی؟ به نان خود توهین نکنی ولی من ناموفق هستم. نه بسیار نام خدا خوب هستی، تلاش که بهتر میشی، خوبتر میشی. بعضی ها باورشان به ایست که والا آینده بسیار ناامید کنند، از آینده خطرناک است. نکو آینده را برد بسیار بابا و جور نکو، میترسانی خدا و پریشان میشیم. باور غلط دیگه، شرایط بهتر نخواهد شد. دیش کل شرایط تغییر میخوره، این چیز به یک رقم نمیمونه، زندگی به یک روال نمیمونه. به نان اسلامیشه همیشه یه احساس حالش بد است، میگم همیشه هم تو میباشم، نمیباشم. بخی تو برمیال یک ورزش کو، یک 5 دقیقه خنده کو، بیبی حالت تغییر میخوره. اینی 5 تا قانون شاد زیستن است. اول خودت را دوست بدارین، از خود شروع کنین. از امروز خودت دوست داشته باش. خود دوستی چی معنا میده؟ کارهای خوب برات کو، ورزش کو، درس بخون، نان خوب بخو، برای خود دوستی. دیگه چی کو؟ خوبی کو. هیچ وقت بدی برای کسی نکو، خوش میباشی. بدی کدی ناراحت میشی، خود به خود ناراحت میشی. بدنت ناراحت میشه، میگی تو چی قادم بدستی. سوم ببخش، بخشنده باش. یک کسی بدی کنه ببخشش. چهارم کسی را آزار نده. پنجم مثبت فکر کو. همین 5 تا قرنه که میخوای 5 انگشت از شاد میباشی. خودت دوست داشته باش، بخشنده باش، به کسی بدی نکو، کسی را آزار نده و مثبت فکر کو. موضوع دیگه که در شناخت درمانی سرش کار میکنن خطاهای فکری است. یک تعداد خطاهای شناختی یا کگنیتیو دیلوژن است که روزمره استعمال میکنیم، فکر میکنیم مادی است ولی میتونه ما را افسرده بسازه. ما همی خطاهای ذهنی را میگم، امیران با بزرگواریتان گوش کنین، دیگه بحث ما خلاص است. از نام شما نفهمیده، شناخت ما اشتباه است. خب وقتی شناخت فکرت غلط باشه، زندگیت غلط است دیگه. بیشتر خوب فهمیدیم سخن حضرت علی کرم الله وجهه میگه از فکرت شروع میشه. خب این گپ ما میس، اینمی خطاها را اصلاح بساز دیگه. اولین خطا نادیده گرفتن واقعیت خارجی است. ببینید دوستای نازنینم، ما فکر میکنیم اگر چیزی را من دوست دارم اونمو درست است، اونمو است، اگر دوست ندارم نیست. نه، دنیای درون ما با دنیای بیرون فرق داره. واقعیت های دنیا سر جایش است. ما باید این واقعیت ها را بپذیریم. متاسفانه بعضی ما تیپ نازدانه داریم که بر جای بیرم قدر ما بفهمن، گپ خوب بزنن، نزاکت ها را برایت کنن. ای تو نمیشه، دنیای تو جور نشده. ایچه این دنیا کدام جای خوبش نیست، اینجا میمونی روان نشدیم. از نظر دینی ما اینجا جزایی هستیم. یک جایی که انسان جزایی باشه و جای آرام نمی باشن، جای خوب نمی باشن. بنان ما باید بپذیریم میره که در این زندگی رنج، سختی، پریشانی است. من حتی در ماین خانه ما میان میگه دکتر صاحب من نازدانه خانه هستم. میگم بچیم از امروز برو در خانه بگو ما آدم هستم. نازدانه بودن زد آدم گریز. کل جای مادر ما تو نیست که بریم ناز داده بره. کل عمر مادر کت ما نیست. نازدانگی چی مانا میته؟ ما بگو انسان شدیم، نازدانه دیگه نمی باشم. به نان نازدانگی را گم کنیم از خود، ما واقعیت ها را درست بشنیم. خطای دوم نپذیرفتن اصل علیت است. ای شرط اول عقل همیست که ما بپذیریم هر چیز در زندگی علت داره. اگر ما افسرده استیم علت داره، اگر جگر خود استیم علت داره، اگر درس یاد نمیگیریم علت داره، اگه یک نفر دیگه اول نمره صنف ما علت داره. علت شو درس میخونه ما نمیخونیم، او سر چیزای خور رای نمیزنه ما میزنیم، او ساعت ها سریال نمیبینه ما میبینیم. علت که اصلاح کنیم معلول خود به خود اصلاح میشه. به نان علیت باید بفهمیم. اینالی علیت با تقدم و تاخر زمانی غلط نکنیم.
چی مانا اینج اشتباه را برتان بگویم. ما در خانه شتیم یک کسی میاد برق میره، او قدم نجس تو که تو قدم از او بیچاره چی است؟ خب برقی برق گل کرد. یک نفر دیگه میاد برق میره، او چی قدم های مبارکی دارم، هیچی نداری، در قریه که برق دوانی نشد از این قدم های صد تابان و لگه چراغ هم بلشن. اینالی خو میگه خو دکتر صاحب چیزی مهم نیست. بله یه دهی یادش چیز مهم نیست، اما اگه عادت ما شد چی گپ میشه؟ مثال بدم، یک آدم عروس میاره، دو هفته بعد پدرش چربی خود داشت، سکته مغزی میکنه میمره. حالی پشت از یه عروسی بیچاره رو برداشتن، از دست قدم های تو پدرم مرد، از دست قدم های از چی مرد؟ چربی خورده را ایست پدرت مرد، از پرخوری مرد. این بیچاره رو چرا دار؟ کل عمری تانه خور خانه است که از قدم های تو مرد. خب قدم از این با مرگ از او چی ارتباط داره؟ میبینین عادت ما خراب میشه. بنان این را باید بفهمیم. اینمی چک چک تان مانه از این را داره که بس که دیگه دکتر صاحب. آه با خدا خود نزاکت یکم میفهم دیم خانه اگام تا کنید دیر میکنم یک گلاس چای دیگه بیارم. هدف چای آوردن نیست، خب بخی بانه مانه دیگه بخی برو. اینمی چک چک تان همی بود که بس که دکتر صاحب. خطای چهارم مبالغه است. متاسفانه بعضی ما در گپ زدن مبالغه میکنیم و این یک عادت خراب افغان است. تو بچه متوجه باشم این قسمت رو بین گپ آخرم است. خیر بین نام خدا چقدر شما از من که شما گپ زدین باید نیم فیصد بر شما بده. بسیار گپ زدیم. گوش کنید. ما مبالغه میکنیم. مبالغه است تا عادت ما خراب میشه. مثال چند تا براتون گفتم در ماینه خانه میه. میگه دکتر صاحب بس کی بچه رو گفت زبان موی کشت. میگم تو بس کو زبانت هیچ موی نداره. میگم چی کردی چندی میاشه؟ میگه نه دکتر صاحب تو گفتم دیگه. میگه از بس کی رو گفتم سل شدم از دست. میگم تو مرض سل داری؟ حالا دور میشه که بسیار ساری است. گفته گفته دیوانه شدم. خب میگم خیر بیا که دیوانه شیم تو رو اول دوا بتم. دیوانه شدی از بس که انتظار کشیدم مردم. خیری که تو زنده هستی دیگه مثل همون که شهید زنده گفته بود. حالی خیری که هیچ هست کی هست؟ تو خمورد این کی هست؟ متاسفانه آستاستا این همی عادت ما میشه. چی مانا؟ اینه قگه غم در زندگی ما هست. او دکتر صاحب کوی غم است. آخر پرسانش میکی قگه غم داره؟ عادت ما خرام سرش درد میکنه. ماگل جان اگر قم سرم درد میکنه. ماگل میگه ولی از خورک سر ما. نه ماگل جان سردردی تو من بسیار فهم. نه ولی به خدا نه خدا نصیب دشمنت نکنه. هر چو بیچاره میخوای بگه ما هم سردرد استم. نه سر از این دیگر قم درد داره. در تاریخ بشرت که سردرد نشده میگه. عادت ما خراب میشه. نکنین مبالغه. کوشش کنین گپتان نزدیک به واقعیت باشه. ما متاسفانه در وطن ما هم صفت که شروع کردیم یک صفت یک کسی را میکنیم که این دو نیست. اگه غیبت هم شروع کردیم که په په تا که یک نفر باشه که فلانی بابا که قربانت که جانم که ویم ویم همی که باز رفت باز میبینی که همی آدم چطور بدگویی نه او که خوبی داشت نه که بدی داره کی میگه. اما متاسفانه ما در خط نرمال نیستیم. افراطو سعیست دوستای نازنینم دور از افسردگی باشین. بس افسردگی رای حل افسردگی نبود. بس یک ساعت خنده بود که آسل شد. صحیح خنده کردیم. انشاءالله شاد و سر حال باشین. فقط یک گپی هم باید بگویم. این بحثا را هر وقت خواستین در چینل یوتیوب انداختیم. دکتر جمشید رسا که نشته کنین دیگه سیمینارا مدیریت زمان موفقیت بسیار بس است. میتونین استفاده کنین. اگر در بین کسای زیاد شوقی باشن ما هر جمعه 5 6 نفر استاد هستیم از 8 نیم تا 12 نیم در کورس المپیاد رحمتی همیشه بحث داریم ولی متاسفانه 50 افغانی مصرف داره. نداشتین خیر میمون ماستید گپی نیست. باقی یک شعر از استاد عباس هم بشنویم که ما زیاد گپ زدیم. یک جان سپاس بسیار دوست داشته نیستیم. به خدا که خوب گوش کردید. از you